سلام به خبرهای این ساعت از راه فردا خوش آمدید مسئولان امارات اسلامی میگویند نیروهای نظامی شب گذشته یک عملیات تصفیهوی را به هدف از بین بردن یک مخفیگاه گروه داعش در مربوطات ناحیه هفدهم شهر کابل انجام دادند که در نتیجه آن تمامی افراد داعش مستقر در این مخفیگاه از بین رفتند زبه الله مجاهد موین وزارت اطلاعات و فرهنگ در گفتگو با رسانه ها گفته است امارات اسلامی عملکرد گروه داعش را زیر نظر دارد و اجازه نمی دهد که نامنی را ایجاد کند آگاهان از گسترش فعالیت داعش در کشور ابراز نگرانی کرده میگویند از این گروه برای زیر فشار قرار دادن امارات اسلامی استفاده می شود روند انتقال بیجا شدگان داخلی که در پارک های شهر کابل به سر میبرند در این روزها افزایش یافته است رئیس امور مهاجرین کابل میگویند که قرار است تمامی این بیجا شدگان تا نزدیک شدن فصل سرما به ولایاتشان انتقال داده شود این در حال است که زنان و کودکان بیجا شده در وضعیت نامناسب قرار دارند بیجا شدگان از مسئولان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میخواهند که روند انتقالشان را سرعت ببخشد این بیجا شدگان در جریان جنگ در های اخیر مجبور به ترک خانه هایشان شده بودند. کشور ترکیه 33 تن مواد غذایی برای نیازمندان در افغانستان کمک نمود. قرار است این کمک ها به همکاری سرمیاش برای دست کم 16 هزار نیازمند در مناطق مختلف کشور توضیح گردد. سفیر ترکیه در کابل می گوید کشورش به کمک های بشر دوستانه با مردم افغانستان ادامه خواهد داد. و سایر کشورها نیز میخواهد تا با مردم افغانستان همکاری کنند مسئولان در ریاست سرمیاشت از این کمک های کشور ترکیه ابراز قدردانی می کنند مسئولان پیشین شرکت برق رسانی از بدهی 90 میلیون دلاری شرکت برشنا از کشورهای تامین کننده برق در کشور خبر میدهند. آنان گفتند اگر این شرکت بدهی‌هایش را به کشورهای تامین کننده برق پرداخت نکند، ممکن این کشورها برق وارداتی افغانستان را قطع کنند رئیس پیشین شرکت برشنا بر روزنامه وال استریت گفته است امارات اسلامی تا اکنون به کشورهای تامین کننده برق در آسیای میانه پول پرداخت نکرده است و گفته رئیس پیشین شرکت برشنا با توجه به روابط رو به وخامت تاجکستان با افغانستان اگر این کشور برق صادراتی خود به افغانستان را قطع کند افغانستان در زمستان پیشرو در تاریکی بسر خواهد برد مسئولان فعلی شرکت برق رسانی اما میگویند این شرکت اقدامات لازم را با کشورهای تامین کننده برق در کشور انجام داده و از این کشورها خواسته شده تا برق وارداتی را قطع نکنند اتحادیه اروپا میگوید افغانستان یک بحران جدی بشری را تجربه می کند و سقوط اقتصادی و اجتماعی در این کشور در حال ظهور است مخام ها در این نهاد هشدار میدن که با فرارسیدن فصل سرما اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد فاجعه بشری در افغانستان به میان خواهد آمد و مهاجرت گسترده به کشورهای همسایه آغاز خواهد شد آگاهان اقتصادی نیز تایید میکنند که اقتصاد افغانستان در حال فروپاشی است و از هم پاشیدن نظام مالی و اقتصادی منجر به فاجعه انسانی در کشور خواهد شد شماره از دانش و زن در ولایت ننگرهار از متوقف شدن روند آموزش دختران ابراز نگرانی می کنند. آنان از مسئولان امارت اسلامی می تا زمینه حضور دانش آموزان دختر را فراهم سازند. آنان همچنان تأکید دارند که برای زنان در ادارات دولتی زمینه کار فراهم گردد. در همین حال یک دانشگاه خصوصی در ننگرهار جشن فراغت برای 85 دانش آموز زن را برگزار کردند این دانش آموزان از رشته های مختلف فارغ شدند این بود خبر های ساعت که تقدیمتان شد از توجه شما سباس.